تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمل التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 61 رسیدیم. هر آیه رو چند دقیقه ای 4-5-6 دقیقه تفسیر روان ساده قطعی داریم. آیه 61 رو بشنوید. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر خداوند مردم را به خاطر گناه ظلمی که میکنن خواسته باشه مؤاخذه کنه، اگر خدا خواسته باشه مچ بگیره هر ظالم را به خاطر ظلمش نابودش کنه، ما ترک علیها من دابه، جنبنده رو زمین باقی نمیمونه. این همه را گفت که در حکم شود که مست گیرن در شهر هر اون چه هست گیرن، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، ولی خداوند بنا نداره تا کسی ظلم کرد مچ بگیره، مهلتش میده 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر. یؤخرهم تأخیر میندازه الی اجل مسمی، البته تأخیرش هم زمان بندیه برای همیشه نی، یا 20 سال، 27 سال، 45 سال، کمتر بیشتر. فإذا جاء أجلهم، همین که اجلش سر آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نساعتی پس نساعتی پیش میافتند. از امام صادق پرسیدن بعضی مردها چشمشون بازه بعضی چشمشون بسته، فرمود اونی که بازه فرصت نکرده هم بگذره، اونی که همه فرصت نکرده باز کنه. خب این سوال اینجا هست که چرا به خاطر گناه انسان همه جنبنده ها نابود میشن؟ ولو یؤاخذ الله الناس، ناس یعنی مردم، اگر مردم به خاطر ظلمشون گرفتار بشن خودم یه هیچ جنبنده رو زمین نمونم، باقی جنبام، یعنی اگر من ظلم کردم خودمشون بگیره گربم نیست، او دیگه چه گناه کرده؟ چون آیه میگه اگر خداوند مچ انسانهای ظالم را بگیره و انسانهای ظالمون به خاطر ظلمشون نابود کنه، هیچ جنبنده ای نیست، باقی جنبنده ها چه کردن؟ اینجا دو تا جواب دادن، یا میگن مراد از جنبنده اینجا انسانه، ما ترک علیها من دابه یعنی هیچ دابه ای نمونه، هیچ انسان نمونه، چون خدا به انسان هم گفته دابه، ان شر دواب، یعنی به انسان هم دابه گفته شده، یعنی اگر خواسته باشیم انسان ها رو به خاطر ظلمشون بگیریم، ما ترک علیها من دابه یعنی ما ترک علیها من انسانه، مراد از دابه انسانه، در قرآن هم دابه به انسان گفته شده. یه معنا، یکم به خاطر اینکه حیوانات در راستای منافع ما خلق شدن، وقتی ما نبوده اونم نیست، مثل که چراغ روشنه برای مطالعه، خب وقتی کسی مطالعه نمی‌کنه چراغ خاموش می‌کنه. خب کیفر الهی بر اساس ظلم انسانه، یؤاخذ الله الناس بظلمهم، یعنی خدا بی خودی کسی رو نمیگیره، بظلمهم میگیره. بعد گفت ولیکن یؤخرهم الی اجل، یؤخرهم اینو مهلت میدیم، امهال هست اهمال نیست، امهال اینو مهلت بدیم، مهلت خدا مهلت دستی سال چه سال، اما اهمال نیست، یعنی یادش نرفته، مهلت میده اما یادش نرفته. ببین مدت هم سرآمد معین داره، مهلت خدا بر اساس لطفه، دلش میخواد که مهلت بده بلکه ما توبه کنیم جبران کنیم مغرور نشویم. خب اگر یه وقت ستمگرا دیدن عیاشی میکنن و ظلم میکنن و خدا هم کارشون نداره، فکر نکنید راهشون درسته یا خدا دوستشون داره، انما یؤخرهم الی اجل، یه چند روزی خدا بهش فرصت داده، هم خودشون و هم شما خیال نکنید که اگر این ظلم میکنن ما کارشون نداریم، یا دوستشون داریم یا راهشون حقه. وقتی هم عجل اومد دیگه عجل قطعی قابل تغییر نیست، لا یستأخرون، چون دو تا عجل داریم، یه عجل قطعی، عجل غیر قطعی میشه آدم با دعا و صدقه و صله رحم خطر عقب بندازه، اما عجل قطعی میشه که نفتمون شد، نفکتمون شد دیگه، حالا هیچ فایده نداره، هرچی هم کبریت بیاری فایده نداره، اصلا نفتمون شده. خب این آیه میخواد بگه که
بشر تو خلاف خیلی داری؟ خدا خواست توشا مچ بگیره رو کره زمین هیچ که نمیمونه؟ ای که خلاف میکنیم و خدا لطف میکنه به قول دعای هست بعد از نماز جعفر تیار میگه تخلف سکان و ارضک ان طاعتک فکنت علیهم عطوفن بجوده، مردم گناه میکنن اما تو رو خود نمیاری، خیر که الهی دا نازل و شر رو نا الهی که سائل، دائما تو ما خیر میرسونی دائما هم مردم شر میفرستن، یعنی واردات خیره صادرات شره. این به خاطر اینه که خداوند سنت خدا برنامه خدا اینه که به هر کسی یه مدتی مهلت بده، شاید جبران کنه شاید توبه کنه. خب ای شستویش هم تمام. خدایا اگر به ما مهلت دادی به ما نعمت دادی ما را مغرور نکن، ما را از مغرورین قرار نده. آیه 61 سوره نه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.